انقیاد یکی از فرایض بزرگ عقیده اسلامی است و یکی از شرطهای کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله است که انقیاد در لغت به معنای سرنهادن و سرخم کردن در برابر تمام امور الله متعال و سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و سلم و منهج سلف صالحین است. انقیاد علما و اهل علم و دانشمندای عقیده میگن فلانی انقیاد دارد و فلانی ندارد، یعنی انقیاد دارد یعنی دفاع از شریعت و کتاب الله و سنت میکند. انقیاد به معنای سرنهادن و سرخم کردن در تمام امور الله جل شانه و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم که شامل امر و نهی الله متعال هست. و در اصطلاح میگن که تمام امور زندگی را به کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم تسلیم کردن و هر حکم شرعی را در جا و وقتش عملی کردن. انقیاد یعنی الله متعال را به توحید و یگانگی شناختن، براءت و بیزاری از تمام کفر و شرک و ارتداد و نفاق و اطاعت کامل از امور الله متعال و جهاد و قتال با کفار و مشرکین و مرتدین و دفاع از امور الله و از حق سنت رسول صلی الله علیه و سلم و تمام امت مسلمه و هر عمل در وقت و در جایش عملی کردن بدون از زیادت و کم کردن. پس این انقیاد است. پس به این مناسبت انقیاد همین میگه که یعنی در وقت نماز رو نماز میکنیم، در وقت روزه روزه رو میگیریم، در وقت حج حج بیت الله رو به جا میاریم، در وقت زکات زکات میدیم، در وقت محبت با الله متعال محبت میکنیم، در وقت دشمنی با کفار و مشرکین و مبتدین دشمنی میکنیم، در وقت جهاد مجاهد میباشیم، در وقت ذکر الله متعال ذاکر میباشیم، در وقت آیات دعوت دایی میباشیم، در وقت اخلاق صاحب اخلاق میباشیم، در وقت پولداری و ثروت صدقه و زکات و انفاق میکنیم. یعنی تمام امور زندگی را و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی شب و روز و در امور عبادت اخلاق معاملات معاشرات سیاست امر و نهی و دوستی و دشمنی در تمام این امور هر امر الله و هر سنت رسول صلی الله علیه و سلم در جا و وقتش مطابق به شریعت عملی میکنیم، این را میگن فلانی انقیاد دارد، یعنی فلانی پایبند به تمام امور دین هست و از امور اسلام و دین دفاع میکنه و یکی از فرایض بزرگ عقیده اسلامی است که هر مسلمان باید به این پایبند باشه. اگر یک مسلمان به محض اینطور میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، نماز در وقتش به جان میاره، حج در وقتش و زکات در وقت جهاد و قتال در جایش و هر امر الله در جایش عملی نمیکنه و نهی ترک نمیکنه، پس این مسلمان انقیاد نداره، این به اسلام و ایمان کامل داخل نشده. اینطور احادیثی از رسول صلی الله علیه و سلم هست که مثال میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیث صحیح که هر کس نماز را به قصد ترک کرد بدون از عذر و مجوز شرعی، یعنی این انسان به کفر داخل شد. چرا؟ که انقیاد شکستانده، یعنی یک فرایض عقیده را ترک کرده. مثال یا که دیگه اینطور احادیثی به اید آمده که یک فلانی کسی نماز را ترک کرد هیچ سهم به حصه‌ای در اسلام نداره. پس اسلام یعنی تسلیم شدن به الله متعال، یعنی انقیاد سرنهادن و سرخم کردن و اطاعت کامل بدون از اعتراض، بدون از چری و چنان در برابر امر الله متعال و سنت رسول صلی الله علیه و سلم و تسلیم شدن کامل به امور الله متعال و عمل کردن آن.